صفحه 5 کتاب کمپین اولش میشه introductions and introducing others، یعنی مقدمه و به اصطلاح معرفی دیگران. توی این قسمت، توی این صفحه میخوام یاد بگیریم که چجوری دوستانمون رو در واقع معرفی بکنیم. خب یه listening داریم، listen and read، که اول بریم با هم گوش بدیم ببینیم چی میگه. Track 2. Hello, my name's Fatima Bulmerka. Pleased to meet you. I'm Peter Brown. خب خدمت شما عرض بشود که هلو رو که داشتیم، my name is فاطیما بولمرکا، اسمم فاطیما بولمرکا است. F بزرگ، B بزرگ، پس فاطیما بولمرکا اسم خاصه، معنی نداره، اسم یه شخصه. سلام، من اسمم فاطیما بولمرکا است. Pleased to meet you. اگه این دیار رو نذاریم، please یعنی لطفاً، اگر که اینجوری دی داشته باشه میشه pleased to meet you، یعنی از دیدار شما خوشبختم. پس اگر کسی رو دیدید دفعه اول، خوشحال شدید از آشنایی با اون شخص و میخواید ابراز خرسندی بکنید، میگید pleased to meet you. حالا اینم گفته که منم از دیدن شما خوشحالم، پیتر براون هستم، یعنی خودش هم خودشو معرفی کرده، پیتر براون. حالا now practice in pairs. وقتی که میگیم practice in pairs، یعنی در تیم های دو نفره با هم حالا تمرین بکنید، یعنی که به جای این اسمای خاص، فاطیما بولمرکا، پیتر براون که حرفای اولشون بزرگه، این اسمای خودتون رو بزنید. مثلا hello my name is بابک اشتری، بعد طرف مقابلم میگه pleased to meet you، I'm مثلا امین رحیمی. همین یه مکالمه خیلی ساده در واقع انتظار داره که انجام بدید. خب حالا تسک 4 دوباره لیسنینگ گوش بدیم، بعد ببینیم که چی میگه. Track 3. I'm Barbara Warner and this is Max Bell. We're from CNN. Pleased to meet you. Pleased to meet you. خب خدمت شما عرض بشود، باربرا وارنر حرف اول بزرگه. I'm Barbara Warner. من باربرا وارنر هستم and this is Max Bell. و اینم Max Bell. This is همون I am معنی میده، یا همون او هست معنی میده، مال معرفی کردن. یعنی وقتی که مثلا پشت مثلا تلفن دارید خودتون رو معرفی میکنید در جواب who is this، چه کسی الان مثلا داره صحبت میکنه، شما میگید که this is بابک اشتری، نمیگید I am بابک اشتری. همینطور وقتی مثلا در خونه کسی رو بزنید، اگر که کسی بپرسه خب کیه پای در، شما میگید که this is، بعد خودتون رو معرفی میکنید. وقتی که دوستانتون رو بخواید معرفی کنید، نمیگید he is یا she is مثلا Max Bell، میگه this is. پس واسه معرفی کردن، چه خودتون چه دوستانتون، هر کسی رو که بخواید معرفی کنید، از this is استفاده میکنید. پس من باربرا وارنر هستم و اینم Max Bell، دوستمه، این Max Bell هست. We are from CNN. We're from CNN یعنی ما اهل CNNیم. CNN حالا هر موقع که یک کلمه رو نمیدونید که معنیش چی میشه، خیلی راحت میدید توی گوگل سرچ میکنید CNN، میزنید بهتون نشون میده که معنیش چی میشه. اینها CNN در واقع اینجا عکسش آورد، The Cable News Network. خب CNN میشه The Cable News Network، یه شبکه خبریه. خدمت شما عرض بشود که Pleased to meet you، از دیدن خوشبختم. مکس هم که میگه Pleased to meet you، از دیدن شما خوشبختم. یه راه حل دیگه هم که وجود داره، ممکنه بعضی موقع بشنوید Pleased to meet you too، یعنی از دیدن شما هم بنده خوشبختم، یعنی مثلا از آشنایی با شما خوشبختم، من هم از آشنایی با شما خوشبختم. اون همه میشه تو در واقع. یه عبارت دیگه که اینجا میتونم بذارم، بگم nice to meet you، به جای please to meet you بگم nice to meet you، یا مثلا میتونم بگم it's a pleasure to meet you. اینا همش درسته. خب حالا گفته now introduce your partner to another student، میگه الان معرفی کن پارتنرتون رو به یه دانش آموز دیگه، همکارتون رو، دوستتون رو به یه دانش آموز دیگه در واقع معرفی بکن. همین کارو الان من تو این سیستم انجام میدم. مثلا فرض کن میگم I'm بابک اشتری and this is مثلا دوستم محمده، this is مثلا محمد، we are from مثلا امام علی میلیتری یونیورسیتی. بعد طرف میگه please to meet you، مکس میگه please to meet you. هر موقع که یه مکالمه هست، پشتش یه تمرینی از شما میخواد، تمرین گروهیه، و میگه که به صورت گروهی با هم مکالمه بکنی. این در واقع به این معنی که شما بیان اینجا و اسم خاص، اونایی که حرف اولشون بزرگه، با اسمای خودتون در واقع اونا رو جایگزین بکنید. مثلا CNN، مثلا Max Bell، مثلا باربرا وارنر، به این صورت اینا رو در واقع جایگزین بکنید. خب حالا بیام اینجا قسمت گرامر. ما سه تا فعل داریم، اموایز آر. قبل از اینکه با اموایز آر بخوایم آشنا بشیم، بهتره بیام و
با یه سری قواعد گرامری زمان فاعلی آشنا بشیم. زمان فاعلی ما که بهش میگیم subjective pronouns، اینه هستن که تو این جدول میبینیم. subjective pronouns یعنی زمان فاعلی، یعنی جملتون رو باید با این کلمات شروع بکنید. I میشه من، you میشه تو، he یعنی اون آقا، she میشه اون خانم، it میشه اون شی، یه جسمی، یه چیزی مثل میز و کتاب و دفتر و امثال اینا. وی میشه ما، یو میشه شما، دی میشه آنها. اینا همیشه سابجکتیو پرونان هستن و همیشه اول جملتون میان، ضمیر فاعلی محسوب میشن. مثلا بخوام بگم من درس میخونم میشه آی استادی. مثلا اگه بخوام بگم اون خانم کار میکنه میشه شی ورکس. بنابراین با توجه به اون حالا مفهومی که میخوام منتقل بکنم، همیشه یکی از این زمان رو واسه که استفاده کنم. حالا فعل بودن میشه تو بی، مصدرش میشه تو بی. سه حالت داره، یا ام یا ایزه یا آره. با توجه به زمان فاعلیتون این فعلاتون در واقع تغییر میکنه. مثلا من هستم میشه I am، مثلا شما هستی میشه You are، مثلا او هست میشه He is، مثلا خدمت شما عرض بشود که اون خانوم هست میشه بازم She is، اون هستم بازم میشه It is، ما هستیم میشه وی آر، شما هستید بازم میشه یو آر، اونها هستند هم هر ستایی با هم میشن دی آر. خب فعل تو بی کلماتی هستن که تو جدول من به صورت قرمز نوشتم و همیشه سابجکتیو پرونون های یونیک خودشون باشون میاد. یعنی مثلا من نمیتونم با آی بگم آی ایز، همیشه باید بگم آی ام. نمیتونم با یو بگم مثلا ام، باید همیشه بگم یو آر. نمیتونم با دی بگم مثلا دی ایز، همیشه باید بگم دی آر. همیشه این قرمزا طبق همین جدول با اون کلمه که سمت چپشون نمیاد. اگه دقت کرده باشین سوم شخص همیشه ایزه، سوم شخص مفرد، هست میشه ایز، هستم همیشه میشه ام، بقیه همه میشه آر. یعنی تمام زمایر جمع وی، دی، یو، شما، ما، آنها، اینا همیشه با آر میاد. اینم از این. حالا بیایم اینجا. I am یعنی من هستم. I am Peter Brown، من پیتر براون هستم. You are یعنی تو هستی. You are Barbara Warner، شما باربرا وارنر هستید. My name is یا یعنی اسم من هست. My name is Fatima، My name is Fatima یعنی اسم من فاطیما هست. He یا she is، او هست، اون خانومه هست. He or she is from CNN، اون خانومه یا اون آقا از CNN. We are ما هستیم، we're from CNN، ما اهل CNN هستیم، ما از CNN هستیم. You are میشه شما هستید. You're Americans، شما آمریکایی هستید. They are اونها هستند. They're from CNN، اونها اهل CNN هستند. پس اینا از این. Now complete the sentences. حالا بعد این جملات رو با همون فعل امویز آرنج هستی که پر بکنید. Good morning، صبح بخیر. I'm Max Bell، من Max Bell هستم. Hello، my name is Ellen. اینجا my name مثل it میمونه، بنابراین it همیشه با is میاد، بنابراین میشه my name's Ellen. نکته‌ای که وجود داره یه بحثی هست به اسم contraction یا مخفف کردن. همیشه مخفف ها به این صورته، I am میشه I'm، یه آپوستروف میگیره حرف آخره، حرف اول در واقع فعلمون حذف میشه. You are میشه your، he is میشه his، she is میشه she's، به این صورت. It is میشه its، we are میشه where، you are میشه your. contraction یعنی حذف شدن حرف اول و تبدیل شدنش به آپوستروف. they are میشه their، به این صورت. وقتی که آپوستروف میبینید مثل اینجا hello my name، بنابراین اینجا باید به صورت contract شده، به صورت خلاصه شده اون فعلتون رو بنویسید. بنابراین اینجا میشه hello my name's Ellen. بله که contract میشن یه وقت شکسته تر هم به درد اسپیکینگ میخورن. تو رایتینگ مثلا نامه رسمی مینویسید یا وقتی که مثلا به صورت رسمی با یه شخصی که مقام بالاتر داره نسبت به خودتون صحبت میکنید، میبایستی که به صورت کامل جملات ادا بکنید. حتی تو زبان انگلیسی اینجوریه، حتی موقعی که میگید thanks نسبت به زبانی که میگید thank you، چون کوتاه‌تر شده کلمتون طبیعتاً یه خود شکسته‌تر و غیر رسمی‌تر شده. بنابراین با فرمانده‌تون مثلا وقتی صحبت می‌کنید بعد بگید thank you نه thanks. خب پس اولش شد hello my name is Ellen،
اینجا آپاستروف می‌بینید، این I am بد باشه ولی میشه I'm به خاطر آپاستروف. I'm Max Bell and this is، دیگه آپاستروف نداریم، this is Barbara Warner. و this contraction نمیشه با is. This is Barbara Warner. Where، اینجا we are بوده، آپاستروف داره میشه where American. اینجا هم your، you are بوده، contract میشه به خاطر آپاستروف میشه your from CNN. معنیش میشه سلام صبح بخیر، من مکس بل هستم. سلام، این اسم من النه، من مکس بل هستم و این باربارا وارنر هست، ما آمریکایی هستیم، شما از CNN هستیم. خب حالا بیایم تسک 6، complete conversations، کامل کردن مکالمه. خب پیتر میگه هلو، اینجا باید بزنم ام، آی ام پیتر براون، که میتونم کانترکتش بکنم، آپوستروف ام بزنم بشه آی ام پیتر براون. پلیز تو میت یو، از آشنایی باهات خوشحالم. مای نیمز، آپوستروف اس بزنم، مای نیمز فاطیما بولمرکا، یعنی اسمم فاطیما بولمرکاه. This is، اینجا باید is بزنم، contraction هم نمیشه، apostrophe نمیگیره. This is my friend Ellen، این دوست من Ellenه. Please to meet you، Ellen هم میگه please to meet you، از آشناییت خوشبختم. اونم میگه منم از آشناییت خوشبختم. حالا working groups and practice the conversation. حالا بعد این مکالمه رو اسمایش و اسمای خودمون بزنیم، مثلا hello I'm بابک اشتری، please to meet you. طرف مقابل مثلا حالا یه فاطمه خانومی هست، میگه please to meet you، my name is مثلا فاطمه محمدی. بعد میگه که this is my friend مهسا. بعد طرف میگه please to meet you، خوشبختم از آشنایید. الان میگه please to meet you. شما بعد این اسمای خاص در واقع با اسمای خودتون در واقع جا به جا کنید.